نمایشگاه اپریشییت یا قدردانی با حمایت دانشگاه کورکورن در واشنگتن دی سی ترتیب یافت. شهد احمدی مدیر امور فارغ التحصیلان مؤسسه کورکورن که 2.5 سال است برای زنده نگاه داشتن کار و آثار فارغ التحصیلان این دانشگاه تلاش می‌کند، مسئولیت برگزاری این نمایشگاه را به عهده داشت. واقعا یه زبان جهانیه. همونطور که اینجا کارهایی که ما امروز داریم نمایش میدیم، همونطور که میتونین ببینین، یکی داره با آهن و فلز کار میکنه و لباس میسازه، یکی دیگه از آرتیستامون از ایران عکاسی کرده، یکی دیگه از زنا داره راجب مسائل زنان و چجوری زنان رو جلوه میدن توی اجتماع دور دنیا داره اون مسائل رو راجبشون صحبت میکنه، یکی دیگه راجب داستانای بچگی که مادر بزرگش براش میخونده از اون کتابا عکاسی کرده، یکی در مورد سرطان سینه مادرش کارای سفالگری داره نشون میده. برای همین زبون مشترک همشون هنره. یکی از این هنرمندان الن دارکن 24 ساله است که با هر آنچه پیدا می کند، از زباله گرفته تا پار آهنها، مس، سیمهای آهنی، نمد و حتی چوب و چرم برای ساختن کفشها، سعی می کند قدرت زنانگی خود را به نمایش بگذارد. او عقیده دارد برخی اوقات زنان بیشتر از مردان می توانند از قدرت جنسی و زنانگی خود استفاده کنند. بعضی وقتها قدرت جذابیت زنان از مردان بیشتره. مردی که قصد داره این لباسها را لمس کنه نمیتونه، چرا که این لباسها به نظر خطرناک میآیند و در نتیجه او قدرت و جسارت جلو رفتن رو نخواهد داشت. شاید هم او سعی داشته حس دور بودن و تفاوت بین زن و مرد را با ساختن آنچه که آنها را ترش مانستر یا هیولای زباله مینامد نشان دهد. هیچگاه نمیتوانم چنین لباس ها و یا پوسته های آهنی را برای مردان بسازم، چرا که حسم از حس مردان و آنچه که آنها مایلند بپوشند کاملا بدوره. قبل از ساختن این مجسمه ها او آنها را به ابعاد بسیار کوچک طراحی کرده و سپس تصمیم گرفته است تا هر کدام را به اندازه خودش بسازد. او از این راه پورتره و حس خود را بیان می کند. حتی بلوز کورست مانندش نیز نشان سلیقه و حس نزدیکی او به این چیدمان هاست. دارکن این چیدمان‌ها را پوسته باقی مانده روحش می‌خواند، جسمی که روح از آن پرواز کرده و او را در هنگام خطر ناپدید نشان می‌دهد. در میان این هنرمندان، ملک ناز فریدونی، هنرمند و عکاس ایرانی آمریکایی نیز مجموعی از 3 عکس که 10 سال گذشته به هنگام اولین سفرش به ایران گرفته بود به نمایش گذاشت. این عکس ها خیلی خصوصی بودند و هیچ وقت فرصتی پیدا نکرده بودم که اونها رو نشون بدم. حس کردم که حالا وقت مناسبی برای نشون دادن این هاست، چرا که ایران اکنون خیلی مطرحه و آمریکایی ها میتونن جنبه های سنتی ایران رو بهتر بشناسند. ملک ناز میافزاید این عکس ها بازتابی است از آن لحظه که او ایران و فرهنگ سنتی ایران را برای اولین بار پس از 16 سال زندگی در آمریکا از نزدیک لمس کرد. او به عکسی که از یک زن قشقایی در حال قایم باشک بازی با همسرش گرفته است اشاره می کند و می گوید می دونستم که او زنی قشقاییه. خیلی زیبا به نظرم اومد، چرا که قشقایی ها خیلی کمیابند. مانند یک سایه به دنبالش رفتم و این عکس رو گرفتم. ملک ناز عکاسی رو هنری می داند که او از عبدالله میرزا جهانبانی، پدر بزرگ مادر بزرگش و کسی که عکاسی را برای نخستین بار در زمان قاجار از آلمان و اتریش به ایران آورد به ارث برده است. هنرمند دیگر کاترین حبیب سرامیک ساز است که ترس و واهمه خود را از سرطان سینه به نمایش گذاشته است. زمانی که این قطعه را می ساختم مادر بزرگم به دلیل سرطان سینه درگذشت و در کودکی نیز شاهد مبارزه مادرم با این بیماری بودم. در اصل معنای مادر بودن برای من با مرگ شده و سینه معنی ترس را پیدا کرده. او میگوید سعی داشته وحشتش را از این بیماری در جعبه‌ای بگذارد و جعبه را به مکان دیگری بفرستد. آثار سفالی دیگری مانند این کوزه ها را نیز ساخته است. او میگوید سفال زنده است و هنگام ساخت آثارش به سفال اجازه میدهد که او را به هر سویی که میخواهد بکشاند. این نمایشگاه یک روزه چندین هنرمند، عکاس و نقاش دیگر را از فارغ التحصیلان دانشگاه کورکورن از جمله سیوبان هانا، کندی کلی، ماریا لاناس و جی تاوسنت را نیز میزبانی کرد.